به نام ایران، به نام کوروش کبیر، به نام دولت و ملت اسرائیل، تنها ملت است که دوست ماست در خاورمیانه. این ویدیو بر اساس اطلاعات دقیقی که من دارم در این تاریخ 25 اکتبر 2011 که دولت اسرائیل با قرارداد قبلی با ملاها مشغول آمادگی برای جنگ با ایران و بمب انداختن روی ایران هست به وجود میاد تا جلوی این جنگ رو احتمالاً سعی کنیم با انسانیت، با عطوفت، با عقل و منطق بگیریم. در اینکه ملاها رو آمریکا و انگلیس و روسیه روی کار آوردن بحثی نمیتوان کرد. بلخص آقای هنری کیسینجر که یک یهودی بود و یهودی هست و با آقای رفسنجانی خیلی نزدیکه، بدون اینکه من اطلاعات بیشتری که دارم توضیح بدم میگم که بدون وجود جهودا مله ها رو کار نمیمدن. و از تمام قضیه این موضوع حکومت اسلامی، یهودی ها از فروش اسلحه، خرید نفت ارزان، خرید مواد معدنی ارزان منفعت کردن. یکی از افرادی که منفعت کرده هنری کیسینجر خودش بوده و باندهای دیگه مثل آقای ماکریچ، مثل آقای اون دیگه و و و و و آقای رفسنجانی و دوروریاش، البته از مله ها که بحثی در این نمیتوان کرد. این 83 میلیارد پول رو تنها کمیسیون نیست، بلکه نفت مجانی هم دادن، پول از اون ور گرفتن. آقای رفسنجانی دوست داشت. نتیجه این که حالا قرار شده چون میخواهند وضع ایران رو خرابتر از این بکنن که هست، روی ایران بمب بندازن. بنده نظرم اینه به عنوان یک ایرانی که اگر قرار شده جنگی بکنه، اون دولت مردای ایرانی مثل رفسنجانی، مثل رهبر، اگه میخوان جنگ کنن، بچهای ما نرن جنگ، این آقایون در اول جبهه برن به جنگ. آقای رهبر، آقای رفسنجانی، آقای احمدی نژاد برن خودشون به جنگ، بچهای ما جنگ نمیخوان. از طرف دیگه تنها دوستی که ما در این منطقه داریم فقط اسرائیل. این چرت پرته که عرب دوست ما هستن اصلا وجود نداره. این بچه های عرب که اسم اونا رو ما ملا گذاشتیم تا کاری به اونا بدیم، تا برن روزه بخونن و پول بگیرن، که میگن این عربن، این درست نیست. آی روزه خونا، آی ملا ها، ما میدونیم که عرب که اومدن ایران بچه های حرمزاده درست کردن، این بچه ها موندن بیکار تو خونه. واسه این که به اینا کار بدن، دولت فقیه انگلیس برنامه گذاشت، عبا عمامه را آورد، گفت یا علی مدد، برین شما روزخون بشین و از کنین. آقا شما سوادتون کجاست؟ شما کدوم دانشگاه رفتین؟ یک دو محالا اومدین میخواین جنگ بکنین با اسرائیل. اسرائیل یعنی آمریکا. ما همچنین قدرت نظامی نداریم آقای عزیز. اگه میخواین ایران تیکه تیکه کنین، این بهترین راهه. اگه میخواین ایران رو تیکه تیکه کنین، آخرش تک شما رو میکشن. هم ایرونی ها مثل آقای کی؟ مثل آقای قدافی. ولیکن به صلاح شما نیست این کار. بیایید دست از این حماقت، از این اشتباهاتون بردارید، با دولت اسرائیل وارد مذاکره بشین که پشت پرده هم هستید. بگید آقا بیاییم ما همکاری کنیم، اصلا بیاییم شما عقلتون رو منطقتون به کار بندازین، با دولت آمریکا خودتون مستقیم وارد بشین، به دولت اسرائیل وارد بشین، بگید آقا بفرمایید، ما که واسه شما کار میکنیم، بگید نفت به شما میدیم، گاز میدیم، اسلحه میخریم. خب عوض این که بیاییم روساری بیاریم به خلیج فارس، بیاییم خودتون با ما کار کنین، مملکتمون ما مرزه نداریم بگین اداره کنیم، این شما اداره کنید. ایرانی ها رو که نمیذاریم، ایرانی ها رو یا میکشیم یا با توپره میکنیم از پل میندازیم پایین، یا روشون ماشین میبریم. هنر دیگه که شما ندارید غیر از آدم کشتن و مردم تریاک و هروئین کوکائین دادن. بیایید شما یه کاری بکنید.
میده شما این کار نیستید، شما برای حکومت در یک مملکت آفریده نشدید، شما برای پول خوردن و دزدی و آدم کشی و هروئین کوکائین پخش کردن جون میدید، ولی کار دیگه از دست شما بر نمیاد. شما تو این مدت 33 سال یه برنامه اقتصادی نظامی سیاسی تدوین نکرد. آقا خوب این برنامه تون آخه رئیس بانک مرکزی دوبارو در رفتی، رئیس بانک ملی دوبارو در رفتی، این که نشد زندگی برای این بدبخت دهقانا کارگرای ما بیچاره شدن. شما بیایید بفهمی خودتون که نمیفهمید، فهمیدن این که آن خر که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب بماند. شما آقای عزیز، آقای رهبر، شما فهم و شعور و دانش و اکسپریانس تجربه اداره مملکت رو نداری و نیت این کارم نداری. بذارید ما جوانهایی که مال البرزن، اونایی که دانش آموختن اکسپریانس تجربه دارن، بیاین یه گوشه مملکت بگیرن، شما برین یا قم یا بریم توی عراق جایی رو بگیرین زندگی کنیم. آخر کار با توجه به تجاربی که ما به دست آوردیم در ممالک لیبی، در ممالک دیگه سوریه هم این همون خواهد شد، من به شما قول میدهم به ایران هم خواهند اومد. نظر اینا گرفتن نفت و گاز شماست مجانی. ما میگیم نه آقا، بیایید اجازه بدیم ما این رو با قدرت بین المللی که به وجود میاریم، که واسه یه قدرت نهنگ لازم که این روسا رو از ایران جنوب ایران ما بیرون کنیم، بذاریم ما این کار رو بکنیم. عمر زیادی هم باقی نیست. یعنی اگر شما اون آرمانگراهای ایران رو که بنده خودم یکی از اونا هستم، البرزی ها رو کسایی که وارد هستن به خیلی چیزا نذارید بیان رو کار، جوانان دیگه که در خارج هستن نسل بعدی اصلا حوصله شما رو ندارن. مملکت تیکه تیکه میشه، شما مفهوم میدید. یعنی مردم متوجه شدن که این انقلاب ساختگیه، شما را افرادی به کار آوردن. بهترین راهی که شما میتونید برید همین دقیقه فوراً با دولت اسرائیل به طور مستقیم وارد بحث بشید. اسرائیل نمیدونن میاد اینی میکشه اونی میکشه، آبه شما چه عرب میکشی بکشی، شما من عرب این که اقعد ناراحت میشید، داد نزنید، بگید ما مرد، داد بزنید بگید ما عربی، بگید نه ما عربی، ما زادی عربی، تخم عربی، اومدیم ایران ما رو گذاشتن سر کار، ما نمیتونیم اداره کنیم، میخواییم از اون اعراب کمک بگیریم. آقا چون اعراب به شما سر انقلاب کمک کردن، میدونیم آدم کشایی که تو میدون جاله بودن اونا از اعراب بودن، اما به شما سر گیر بمب انداختن اسرائیلیا کمک نخواهند کرد و نتوانند کرد. و نسبت به ایرانی ها، نه به شما اعراب که خودتون عربی الاصل هستید، اعراب دوست نیستن. من از شما خواهش رسمی میه که قبل از اینکه ایران تیکه تیکه بشه، جنگ بشه، نبرد بشه، بیایید بذارید مملکت رو اونای اداره کنن که ارزش رو دارن. شما ارزو وجود این کار رو ندارید. من یه به ترکی میگم، من هموطن نرم آذربایجان لار، من تبریزده می تولد دول میشم، آدم کریم دید، کریم آمیدی پیر برده برده دید، دنیا جلد میشم بیاشته ایده خوشی بیست توستا جلد دید شد تهران هم تهران دارم بیرد میشم و 19 یاشم در البرزده درس رو خوشم، البرز دبیستان، البرز تهران دارم کالج آمریکایی بیست، سو روزا جد میشم آلمانه، آلمانده دانشگاه آخرینده درس رو خوشم، ماشین سازده، تولید تحلیه و اقتصاد سند. از این وضعیت اجتماعیموز، سیاسیموز، اقتصادموز تو درکتون آقالار چی گویی که ایران بخون کمک سکنن، اونار به کار دلیه، نه امدر بار، نه تجربه لره بار و نه نیت دره بار چی کلیه من به شرطی دوزل دلن، اونار فقط سلطی و اونار قاتلن. او بعد وضعیتده که دنیادان سو استفاده اولور، یعنی که دیلن لیبینین صاحبون اولدرولن مالون جوتوریلن و مکردون جوتوریلن ده خدا حافظ بیزه سلاح ده چی بو ناهیه ده چی بیزین تنها بیزین یولداشموز بیزین تنها منوچه چی بیزه چومه ایده از نظر تاریخی اسرائیل عربلر بیزه یولداش دهلن.
Ərəblər heç vaxt bizə yoldaş deyirlər və heç vaxt da bizə yoldaş olmayacaqlar. Bu fiçizdən çıxardın lütfən. Türklər də deyirlər Türkayı Türkiyə. Bizim yoldaşımız da həqiqət özümüz o. Mallalar, əgər bu vəzindən qalsalar, به وضعیت آقای قدافی و آقای آیراقالار دوچار olacaqlar, onlar gəlb götürəcəklar. Zoruna. İndi zora zordur. Bizdə heç o qudret yoxdur ki, gələk Amerika ilə, dünya ilə dava edək. Dövlət Cumhuriyyə İslamı da از طریق یهودولار کارا گویب یعنی آقای هنری کیسینجر و افراد دیگه یهودولار جلبلا بو دولت گویبلا ایش üstüne millet İran بدبخت لسن دعوه لسن عراقلارنا دعوه لسن اسرائیلارنا بیز الیان مروخ işimizi gücümüzü الیخ دعوه bizim iş gücümüz sənətdi, ticarətdi, iqtisaddi nə dava biz tamam dünyayla ay sağla dava, ay solla dava amma məmləkətimizi idarəcə eləyək bu ki olmadı iş Biz bir dənə quruq ərib olsun. Cəmən 33 min nəfər, 33 min nəfərdən 1000 nəfər əgər mən zorla ola cəm eləyəm və hazır eləyəm, gətirəm İran. Burada 3-4 dənə məsələ var. Bir bu ki, mallıları istilə qalalar və əməli dəyir. Cəh məmlükətdə hükumat ilə din mücəzzə olan, hələ işimiz yoxdur ki, dinlə bəzəsən işimiz yoxdur. Bizim işimiz filan, əgər əli qudrətimiz etsə, idari məmlükət. İkinci məsələ budur ki, biz gəlb bərnamə qoyaq. Bu alar gəblə hükumət ilə nə bərnamə, iqtisadi, siyasi, nizamı, heç zat daha yoxdur o üçün üçün. Hər nə mənədər darqa şahib var, gəllə qoyulə iş üstünə, onlar da iş görəmirlər. Bu adamlar ki, qoyublar və qoyacaqlar, adam yoxdur bundan dövrələrində. Siz hər nə mənədərsiz iş görəsiniz, ona gəlb bir dənə təcrübə və təhsilat və niyyət lazımdır. Vaxtı ki, bu vücudu yoxdur əvvəldən, siz nə mənəsiz qoyarsınız? Bu əməli dəyir. Pəs biz gəhək gətirək bunları hamımızın aşağıdan da yuxarıya rəhmətli Rıza Şah kimi düzəldək. Gətirək ondan danışqaq qoyaq, danışqaq sənət qoyaq, gətirək balaza-balaza işləyə qoyaq, abi dəryacı Rıza yəndə oduraq, su töhmülü ora deyilə, qurudu, xeyr, onlar dövlətindən istəyir Rıza yəndə dəryacı alsın qurulda, ki, Azərbaycanlılar kuç tapada gelə aliyyə üçün Azərbaycanlılardan qorxur. Dərzin, bizim Azərbaycanın altında nəftidir. Dəlil yoxdur ki, ac qarın Azərbaycanlılar yatalar, gecə ayaqların altında onların nəft ola, qaz ola, yəni təlay siyah ola. Bu, belə bir sefəhli qəsən vücudu yoxdur. Dövlət-i Cumhur-i İslamı oturub bu yandan, orada Azərbaycan şumalı nəfti götürüb qarət edir. Bizim nəftidir. Burada bizdə bir cənab mövcudiyyət milli lazımdır. Əgər bu dillə olsa olubdur, olmasa dövlət məcburləsə, gərək millət ilan dəst və əksləyə gəlmə bıraq. Yəni, bunun dövlət məcbur. Əgər dövlət qoysa, bedə onun ki, bir dənə mallı ölə. Bedə onun ki, bir dənə malların damağından qan gələ. Biz eləyə bilox məmkət idarə edək. Aram mətin. Vəli, bunlar qoymurlar. İllət dədik qoymurlar, fikir elək ki, biz droğa öldürək, biz adam öldürən dəyiruq. Biz, nəzərimiz sənətdir, ticarətdir və dəramətdir, pul da eşikdə var. Ehtiyac yoxdur bizim dəramədə İrana. O adamlar ki, istiləyimindən gələrlər, bunlar hamısı Əlvörzdə, yəni, Amerikan Kadisdə dərs oxuyublar, Danışqatda dərs oxuyublar. Az çox və hətta kafı var ki, ta axar ömrü yerlər. Amma istidam sizdən budur ki, Əqlə, məntiqlə, qabağa gedin, İrana ehtiyac var, dünya İrana ehtiyac var. Dünya İranca bir işə qalab və gərək sərədə bu iş əncam tapıla. Əgər ağa mallalar bu iş qoymasalar, biz görək, özləri görənməyəcəklər və İranlı dəst aparacaqlar əsləhiyyə, təhiyyə əsləhələ rahat. Onda İranda olacaq zənci daxili. Umidvaram bunun başa təhvçüsünə və qabağın alsınlar ki, İranda solhə səfqa ilə İran düzəlsin ki, İran bu vəziyyətdə ki, var, idarə olunmayacaq. Sün İran iqtisadi, siyasəti, vəziyyəti nizamisi, hamısı xəlb-ü saədi, bərnaməci 5 illik yoxdur. Mən ümidi pişrəft və iftihar bəray təmam İran varımdır, Kərim Amiri, Fərzənd Həsən,